سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، فرید کاظمی‌زاد هستم به همراه تیم ایویشن ات هوم با مبحث فایک. امروز در کنار شما هستیم، با ما همراه باشید. همونطور که در ویدیوی قبل اشاره کردیم، فایک ابری بود که فاصله اون تا سطح زمین کمتر از 50 فیت و ویزیبیلیتی در اون کمتر از 1 کیلومتر بود. به طور کلی در هواشناسی 5 نوع فایک خواهیم داشت که عبارتند از رادیشن فایک، ادوکشن فایک، استیم فایک، فرانتال فایک و هیل فایک که ویژگی هر یک از اینها رو با همدیگه مرور خواهیم کرد. وقتی در طول شب زمین گرمای خودش رو از دست میده، دمای هوایی که با سطح زمین در تماس هستش هم کاهش پیدا میکنه. اگر این کاهش دما تا جایی انجام بشه که به دیو پوینت برسه، کاندنسیشن رخ میده و رادیشن فاگ به وجود میاد. این نوع مه معمولا در فصل‌های پاییز و زمستان و به خصوص بلافاصله بعد از سانرایز که دقیقاً سردترین دما در طول روز هستش پدید میاد. برای اینکه رادیشن فاگ به وجود بیاد، آسمون باید کاملاً صاف و بدون هیچ ابری باشه و ریلیتیو هیومیدیتی کافی و بادی بین 2 تا 8 نات وجود داشته باشه. همونطور که در تصویر میبینین، اگر باد کمتر از 2 نات باشه، رادیشن فاگ پدید نمیاد. و اگر باد بین 2 تا 8 نات باشه، رادیشن فاگ پدید میاد و اگر باد از 8 نات بیشتر بشه، رادیشن فاگی که پدید اومده به سمت ارتفاعات بالا رفته و به ابرهای استراتوس تبدیل میشه. نوع دیگه یه مه زمانی پدید میاد که هوای گرم و مرطوب روی سطحی سرد حرکت کنه. این عمل باعث میشه تا دمای هوای مرطوب کم شده به دیو پوینت برسه و کاندنسیشن رخ بده و مه پدید بیاد. این نوع مه میتونه هم در طول شب، هم در طول روز، هم روی خشکی و هم روی سطح آب پدید بیاد. به این نوع مه ادوکشن فاگ گفته میشه که برای اینکه این نوع مه تشکیل بشه، باید بادی تقریبا با سرعت 15 نات و ریلیتیو هیومیدیتی کافی وجود داشته باشه. همچنین دمای سطح زیرین که همون سطح سرد بود، باید کمتر از دیو پوینت هوای در تماس خود باشه. همونطور که گفتیم، ادوکشن فاگ هم روی سطح خشکی و هم روی سطح آب میتونه پدید بیاد. معمولا در فصل زمستان و اوایل بهار، همونطور که در تصویر میبینید، دمای سطح خشکی سردتر از دمای سطح آب هستش و این باعث میشه که این مه روی سطح خشکی پدید بیادش. در اواخر بهار و تابستان، وقتی دمای سطح آب از دمای سطح خشکی کمتر هستش، باعث میشه که این مه روی سطح آب پدید بیادش. طریقه تشکیل نوع بعدی مه شبیه به ادوکشن فاگ هستش، اما کاملا متفاوت هست، چرا که این بار یک هوای سرد و مرطوب روی سطح آب گرمتر حرکت میکنه. این نوع مه استیم فاگ نامیده میشه که معمولا در نزدیکی قطب‌ها در فصل زمستان و همچنین روی دریاچه‌ها و رودخونه‌ها پدید میاد. همونطور که گفتیم، وقتی یک هوای کاملا پایدار، سرد و مرطوب روی سطح آب گرمتر حرکت میکنه، سبب میشه تا عمل تبخیر از اون سطح گرم بیشتر بشه و رطوبت هوای روی اون زیادتر بشه که باعث میشه هوا به دمای دیو پوینت برسه، کاندنسیشن اتفاق بیفته و در نهایت مه پدید بیاد. پس میشه نتیجه گرفت که این مه تقریبا به شکل کانوکشن پدید میاد و میتونه همراه با توربولانس باشه. این مه همانند دود از سطح آب به بالا صعود میکنه و از همین رو این نوع مه را به اسم آرکتیک سی اسموک هم میشناسن.
یک نوع فاک هستش که در جلوی یک جبهه هوای گرم پدید میادش که اون رو به نام فرانتال فاک میشناسیمش. در جبهه هوای گرم همونطور که در تصویر میبینین بارش از ابر نیمبوستراتوس وارد هوای سرد شده و سبب میشه تا رطوبت هوای سرد بیشتر بشه. همچنین پریسیپیتیشن هایی که به سطح زمین رسیدند هم بخار میشن و به افزایش ریلیتیو هیومیدیتی کمک میکنن و این سبب میشه تا دما به دیو پوینت برسه، کاندنسیشن رخ بده و فاگ پدید بیاد. به این نوع فاگ فرانتال فاگ گفته میشه که عرض اون تا 200 ناتیکال مایل هم میتونه باشه. و در نهایت هیل فاگ که مهی هستش که در قله ها به شکل استراتیفون پدید میادش. وقتی یک هوای پایدار و مرطوب به سمت قله یک کوه صعود میکنه، دمای اون به شکل آدیاباتیک کم شده و به دیو پوینت میرسه و کاندنسیشن رخ میده و مه‌هایی در اطراف قله پدید میاد که این مه‌ها دارای ویزیبیلیتی بسیار پایین هستن و به هیل فاگ معروفن.